تأکید میکنم به بهینه‌سازی مصرف انرژی که ایشان یکی از سوالات دیگه‌شون هست که مطرح کردم به درستی. بله، بهینه‌سازی یه مسئله مهمه. من اینجا لازمه عرض بکنم یه قانون مترقی مجلس تصویب کرد به نام ماده 12 قانون رفع ممانع تولید. این برای بهینه‌سازی یک انقلاب بود که مجلس کرد، ولی متاسفانه در سالهای بعد هر سال در بودجه در قالب تبصره 14 عرض کنم این چیز از بین رفت، یعنی دیگه نمیشه از اون قانون عملا بی خاصیت شد. اون قانون میتونست یه تحول ایجاد کنه. ما بزرگترین قسمتی که باید درش کار کنه برای بهینه‌سازی نیروگاه ها هستن. من اینجا اینو اینجا عرض بکنم، با سوختی که ما الان به نیروگاه ها میدیم، به راحتی نیروگاه ها اگر راندمان حرارتشون بالا برن 1.5 برابر تولید انرژی که داره، تولید انرژی برقی که میشه از همین گاز استفاده کرد و انجام داد و ما به گاز جدید احتیاج نداشته باشیم. ولی وقتی که قیمت گاز صفر برای نیروگاه تقریبا، خب چرا باید سرمایه گذاری کنیم؟ اون طرف هم قیمت برق قیمت نامناسبی است. ما الان نزدیک 35 میلیارد دلار در سال داریم یارانه گاز فقط به مردم میدیم. این رقم خیلی بزرگیه و فعلا هم نمیتونیم تغییری در این بدیم. بهینه‌سازی به هر حال یک امر واجبی است که باید حتما انجام داد. ما دو تا سند تهیه کردیم، یکی برای سند تراز مصرف تولید گاز که اساسش برای تا افق 1420 بر بهینه‌سازیه، یکم تراز سوخت حمل و نقله که اونم اساسش بر بهینه‌سازی. هر دو اینا به تصویب شورای عالی انرژی هم رسیده و اینا جد ریل گذاری های برای مجلس آینده است که ما برای دولت آینده است که ما تقدیم خواهیم کرد.